واعلموا بدانید آنچه را با قیمت گرفتید پس یک بر پنجم حصه آن از آن خدا، رسول، خویشاوندان، یتیمان، مسکینان و مسافران است. اگر با خدا و آنچه در روز تمایز حق از باطل، روز رویارویی دو قدرت برای بنده خود نازل گردانیدیم، ایمان آورده اید و خداوند بر هر چیز تواناست. نزدیکتر مدینه بودید و ایشان به طرف دورتر و کاروان پایانتر شما، و اگر شما با یک دیگر وعده هم برای رو در می کردید یقینا در ایفای وعده خود خلاف می ورزیدید، ولی با هم رو برو شدید تا خداوند کاری را که شدنی بود به انجام رساند، تا کسی که هلاک می شود به دلیل روشنی هلاک شود و کسی هم که زنده می ماند به دلیل روشنی زنده بماند، و بیگمان خداوند شنوا و داناست. اذ یریکهم الله فی منامک قلیلا ولو اراکهم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن الله سلم این ایشان را به تو کم نشان داد. اگر ایشان را به شما بسیار می نبود بیگمان سست می شدید و در کار جهاد منازعه می کردید، ولی خداوند شما را حفظ کرد. واقعا خداوند به راز درون سینه ها آگاست. و اذ یریکموهم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا و یقللکم فی اعینهم يقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. بیادارید وقتی را که به ایشان روبرو شدید آنها را به چشم شما کم نشان داد و شما را در چشم های ایشان کم جلوه نمود، تا خداوند کاری را که شدنی بود به انجام رساند و همه امور به خداوند ارجاع می شود. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أي مؤمنان چون با گروهی برای جنگ روبرو شدید پس ثبات ورزید و خداوند را زیاد یاد کنید تا باشد که رستگار شد. و اطیعوا الله و و خداوند و پیامبر او را فرمان برید و با یکدیگر منازعه مکنید تا مبادا سست شوید و نیروی مقاومت شما از بین برود، و باید شکیبایی ورزید. بیگمان خداوند با شکیبایان است.
ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. ومانند کسانی مباشید که با سرکشی و خودنمایی به مردم از خانه‌های خود بیرون شدند و مردم را از راه خداوند باز می داشتند و خداوند به آنچه می کنند فراگیرنده است. و اذ زین لهم الشیطان اعمالهم و قال لا غالب لكم اليوم من الناس و انی جار لكم فلما تراءت الفئتان نکص على و بیاد دارید وقتی را که شیطان کردار گناه آلودشان را به آنها زیبا جلوه داد و گفت امروز به شما هیچ کسی از مردم غالب نمی شود و من بیگمان به کنار شمایم، اما همین که آن دو گروه با هم روبرو شدند به عقب برگشت و گفت بیگمان من از شما بیزارم، یقینا من چیزی را می بینم که شما نمی بینید، بیگمان من از خدا می ترسم و خداوند سخت عذاب کننده است. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم و من یتوکل علی الله فإن الله عزیز حکیم. بیاد وقتی را که منافقان و آنانی که در دلهایشان بیماری است می گفتند اینها را دینشان فریب داده است و کسی که به خدا توکل کند پس بیگمان خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت است. ولو ترا اذ یتوفى الذین کفروا الملائکة یضربون وجوههم و اگر فرشتگان را ببینی و هنگامی که روح کافران را میگیرند و به روحها و پشتهایشان میزنند در حالی که به ایشان میگویند عذاب آتش سوزان را بچشید. ذلک بما قدمت ایدیکم و ان الله لیس بظلام للعبید. این سبب اعمالی است که دستهای شما از پیش فرستاده است و خداوند هرگز به بندگان ستمگار نیست. کدأ بی آل فرعون والذین من قبلهم کفروا بی آیات الله فأخذهم الله بذنوبهم این درست مانند روش فرعونیان و کسانی که پیش از ایشان بودند از آیات خداوند انکار کردند پس خداوند ایشان را به گناهانشان گرفت. بیگمان خداوند قوی و سخت عذاب کننده است. ذلک بی ان الله لم یکن غیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بی انفسهم و ان این سبب است که خداوند هرگز نعمتی را که به قوم ارزانی کند تغییر نمیدهد تا آنکه ایشان چیزی را که در نهاد خیش دارند تغییر ندهند و حتی که خداوند شنوا و داناست. کدأ بی آل فرعون والذین من قبلهم کذبوا بی آیات ربهم فأهلکناهم بذنوبهم و اغرقنا آل فرعون و کل کانوا ظالمین. درست مانند
مانند روش فرعونیان و کسانی که پیش از ایشان بودند آیات پروردگار خیش را تکذیب کردند، پس ایشان را در اثر گناهانشان هلاک کردیم و قوم فرعون را غرق ساختیم و همه ستمکار بودند. این شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. بیگمان بدترین جنبندگان در نزد خداوند کسانی اند که کافر شدند، پس ایشان ایمان نمی آورند. کسانی که از آنها عهد گرفتی سپس در هر بار عهد خود را می شکستند و ایشان از خدا نمی ترسند. فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. اگر ایشان را در جنگ دریافتی پس با از بین بردن ایشان کسانی را که در عقبشان قرار دارند متفرق بساز تا باشد که پند بگیرند. و اِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. اگر از گروه بیم خیانت داشتی عادلانه پیمانشان را به سویشان بینداز، یعنی نقض پیمان را به گونه یک جانبه اعلام کن. خداوند هرگز خیانتکاران را دوست ندارد. ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا انهم لا یعجزون. کافران نپندارند که از مسلمانان پیش دستی کردند، ایشان هرگز مسلمانان را عاجز ساختن نمی توانند. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوت و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوكم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم و ما دشمنان تا آنجا که می توانید از نیرو آماده سازید و هم از اسب‌های کمان، تا بدین وسیله دشمنان خدا و دشمنان خیش را بترسانید و دیگران غیر از آنها، یعنی آن دشمنان پنهانی را که ایشان را نمی شناسید اما خداوند ایشان را می شناسد و هر آنچه را در راه خدا صرف می کنید به شما باز داده می شود و شما مورد ستم واقع نمی شود. و این اما اگر به صلح تمایل نشان دهند تو نیز به صلح بگیرای و بر خداوند توکل نما، حقا که خداوند هم اوست شنوا و دانا. و این یریدو ان یخدعوک فان حسبک الله هو الذی ایدک بنصره و اگر بخواهند تا تو را فریب دهند، بگمان خدا تو را بسنده است، هم اوست که تو را به مدد خیش و به مؤمنان تأیید کرد. و الف بین قلوبهم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولا دلهایشان را به هم الفت داد. اگر تو تمام آنچه را که در روی زمین است هم خرج می کردی،
دلهایشان را به هم الفت داده نمی توانستی، مگر خداوند بینشان الفت داد. حقا که هم اوست صاحب قدرت منی و با حکمت. یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. ای پیامبر، برای تو خدا و کسانی از مسلمانان که تو را پیروی می کنند بس است. یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال این یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین و این یکم مؤمنان را به جنگ برانگیز. اگر از شما 20 تن صابر و با ثبات باشند، بر 200 تن غالب می شوند. اگر از شما 100 نفر باشند، بر 1000 نفر از کافران غالب می گردند. به این سبب که ایشان مردمان اند که نمی فهمند. دانسته بود که در شما ضعف است، پس اگر از شما 100 تن صبور باشد، بر 200 تن غالب می شود و اگر از شما 1000 تن باشد، بر 2000 تن به اراده خداوند غالب می شود و خداوند با شکیبایان است. ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون برای پیامبری سزاوار نیست که اسیران جنگی داشته باشد تا در زمین نیرومند گردد. شما مال و متاع دنیا را می خواهید و خدا آخرت را می خواهد و خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت است. لولا کتاب من الله سبق لمستم فیما اگر حکم سابقی از جانب خدا نمی بود، یعنی که بدون ابلاغ امت را جزا نمی دهد، با شما در برابر جزیه ای که گرفتید عذاب شدید می رسید. فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا و اتقوا الله ان الله غفور رحیم. پس از آنچه به غنیمت گرفتید حلال وار پاکیزه بخورید و از خدا بترسید، حقا که خداوند آمرزنده مهربان است. یا ایها النبی کل من فی ایدیکم من الاسرا یعلم الله فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا والله غفور رحیم. ای پیامبر، به آنانی که در دست شما اسیرند بگو اگر خداوند در دلهای شما خیر را دریابد، در برابر آنچه از شما گرفته شده چیزهای بهتر برای شما میدهد و شما را میآمرزد و خداوند آمرزنده مهربان است. و این یریدو خیانتک فقد خان الله من قبل فامکن منهم والله علیم حکیم.
ایشان اراده خیانت را با تو داشته باشند، پس بیگمان ایشان پیش از این با خدا هم خیانت کردند، پس شما را بر ایشان مسلط ساخت و خداوند دانا و با حکمت است. جهاد نمودند و آنانی که به مهاجرین پناه و کمک دادند، اینها دوستان یعنی کارساز یکدیگرند. و کسانی که ایمان آوردند و هجرت نکردند، شما هیچ گونه ولایت یعنی مسئولیت در برابر آنها ندارید تا ایشان نیز هجرت کنند، و اگر در امور دینی از شما مدد جویند، پس بر شما تا به ایشان کمک کنید، مگر بر ضد مردمی که بین شما و بین ایشان پیمان است اقدام نورزید، و خداوند به آنچه می کنید بیناست. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير. و کافران دوست یعنی کارساز یکدیگرند. اگر شما این کار را نکنید، یعنی پیوستگی خود را با یکدیگر حفظ نکنید، در زمین آشوب و فساد بزرگی برپا می شود. والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله والذین آووا و نصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم کردند و در راه خدا جهاد ورزیدند، و آنانی که به مهاجران پناه و کمک دادند همانهایند مسلمان واقعی. برای ایشان آمرزش و روزی سخاوتمندانه است. شما یک جا جهاد کردند، پس ایشان نیز از شمایند، و خیشاوندان در احکام خدا بعضی بر دیگر سزاورترند. بیگمان خداوند به هر چیز داناست. انحلال تعهدات بیزاری است از جانب خدا و پیامبر او و کسانی از مشرکان که با ایشان پیمان بسته اید. فسیحوا فی الارض اربعة اشهر واعلموا انکم غیر معجز الله و ان الله مخزی الکافرین. پس چهار ماه در روی زمین گشت و گذار کنید و بدانید که خداوند را عاجز ساخته نمی توانید، و خداوند کافران را حتما رسوا ساخته نیست. و اذان من الله و رسوله الى الناس یوم الحج الاکبر ان الله بریء
وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. و ابلاغی است از جانب خدا و پیامبر او به مردم در روز حج اکبر که خداوند از مشرکان بیزار است و پیامبر او نیست. پس اگر توبه کنید این به خیر شماست، ولی اگر از توبه خودداری کنید پس بدانید که خداوند را عاجز ساخته نمی توانید و کافران را به عذاب دهناک بشارت بدید. کسانی از مشرکان که با ایشان پیمان بستید و سپس با شما به چیز کوتاهی نکردند و بر ضد شما کسی را پشتیبانی نکردند، پس پیمان خود را با ایشان تا موعد معین آن به سر رسانید، حقاً که خداوند پرهیزگاران را دوست می‌دارد. سر رسید در هر جایی که مشرکان را میابید بکشید، ایشان را بگیرید، محاصره کنید و در هر کمینگاهی به سر راهشان بینشینید، یعنی طوری که همه راه های آمد و شد بر ایشان بسته شود. اگر توبه کنند و نماز را به تمام به کمال برپا دارند و زکات بدهند پس راه ایشان را باز گذارید، حقاً که خداوند آمرزنده و مهربان است. و این المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. و اگر یکی از مشرکان از تو پناه بخواهد او را پناه بدی تا کلام خدا را بشنود و سپس او را به محل امنش برسان، این سببی است که ایشان مردم نادانی اند. کیف یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله الا الذین عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقیموا لهم این چطور می تواند نزد خدا و نزد پیامبر او برای مشرکان پیمانی باشد بجز کسانی که شما با ایشان در نزد مسجد الحرام پیمان بستید؟ پس هنگامی که آنها در پیمان خود در برابر شما پا بر جا باشند شما هم با ایشان پا بر جا باشید، حقا که خداوند پرهیزگاران را دوست می دارد. چطور می تواند چنین پیمانی پا بر جا باشد در حالی که اگر بر شما غالب آیند در مورد شما نه علایقی که شاوندی را رعایت می کنند و نه هم پیمانی را، شما را به زبان خود خوش می سازند ولی دلهایشان از شما متنفر است و اکثر ایشان فاسق است. اشتروا بی آیات الله ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیله انهم ساء ما كانوا يعملون. در برابر آیات خدا بهای ناچیز گرفتن و بسا مردم را از راه او باز داشتن، حقا که بد است آنچه ایشان می کنند. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمه
واولئك هم المعتدون. در برابر هیچ مسلمانی نه علایق خویشاوندی را رعایت می کنند و نه هم پیمان را و هم ایشانند تجاوزگر. ونفصل الآيات لقوم يعلمون. پس اگر توبه کنند و نماز را به تمام و کمال برپا دارند و زکات بدهند، برادران دینی شمایند و به این ترتیب آیات خود را به مردمی که می دانند تفسیر می دهند. و این نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا سوگندهای خود را بعد از پیمان بستن نقض کردن و دین شما را مورد طعن قرار دادن، پس با پیشوایان کفر مقاتله کنید، بگمان ایشان را سوگندی نیست، یعنی به سوگند خود پابند نمی باشند تا باشد که خودداری کنند. نمی کنید که سوگندهای خود را نقض کردند و به اخراج پیامبر تصمیم گرفتند و ایشان بودند که اول به جنگ در برابر شما آغاز کردند، آیا از ایشان می ترسید؟ پس خداوند سزاورتر است که از او بترسید اگر مسلمان هستید. قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم و یشفی صدور قوم. با ایشان مقاتله کنید، خداوند ایشان را به دست شما عذاب می کند، ایشان را رسوا می سازد، شما را بر ایشان پیروز می گرداند، سینه های گروه مسلمان را شفا می بخشد. و یذهب غیظ قلوبهم و یتوب الله علی من یشاء والله علیم حکیم. و خشم دلهایشان را می زداید، خدا توبه هر کی را بخواهد می پذیرد، خداوند دانا و با حکمت است. ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجا والله خبیر بما تعملون. آیا پنداشتید که از شما صرف نظر خواهد شد و خداوند آن ایده از شما را که جهاد کردند و جز خدا و پیامبر او و مسلمانان کسی را محرم اسرار خود نگرفته اند متمایز نمی گرداند؟ و خداوند به آنچه می کنید آگاه است. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. برای مشرکان مجاز نیست که مساجد خدا را اعمار کنند، در حالی که ایشان بر کفر خیش گواهند، همین هایند که اعمالشان حبته شده است و ایشانند که در آتش همیشه اند. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر و اقام الصلاة و آت الزكاة ولم یخش الا الله فعسى بیگمان
کسی مساجد خدا را از نظر عبادت و ساختمان آباد می سازد که به خدا و روز آخرت ایمان آورد، نماز را به تمام و کمال برپا دارد، زکات را بپردازد و جز خدا از کسی دیگر نترسد، پس امید می رود که چنین کسانی از رهیابان باشد. اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن بالله والیوم الآخر و جاهد فی سبیل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. آیا آب دادن حاجیان، حفظ یا مراقبت مسجد حرام را و عبادت کسانی که به خدا و روز آخرت ایمان آورده و در راه خدا جهاد کرده اند مساوی می پندارید؟ هرگز در نزد خداوند این دو گروه مساوی نیستند و خداوند گروه ستمگاران را رهیاب نمی سازد. آنهایی که ایمان آوردند، هجرت کردند و در راه خدا با مال و جان خیش جهاد نمودند، در نزد خداوند درجه بزرگتری را حائزند و هم ایشانند پیروزمند. یبشرهم ربهم برحمت منه و رضوان و جنات لهم فیها نعیم مقیم. پروردگارشان به آنها رحمتی را از نزد خیش و نیز رضامندی خیش و جنتهایی را بشارت می دهد که در آنها نعمتهای جاودانی است. خالدین فیها ابدا ان الله عنده اجر عظیم. ایشان در آن جاودانه به سر می برند، بیگمان این خداست که در نزد او مزدی بزرگ است. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ای مؤمنان، پدران و برادران خود را در صورتی که کفر را بر ایمان برگزینند دوست مگیرید و اگر کسی از شما ایشان را دوست بگیرد پس هم ایشانند ستمگاه. قل این کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها تجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. بگو اگر نزد شما پدران شما، فرزندان شما، برادران شما، همسران شما، خویشاوندان شما ثروتی که اندوخته اید، تجارتی که از کساد آن بیم دارید یا منازل رهایشی که به آن خوشنود می شوید از خدا و پیامبر او و جهاد در راه او پسندیده تر باشد، پس در انتظار آن باشید که خدا فرمانش را صادر کند، یعنی شما را مورد عذاب خیش قرار دهد و خداوند مردم فاسق را هدایت نمی کند. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم
شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. بگمان خداوند شما را در بسا میدان ها مدد کرد و در روز حنین نیز، آنگاه که شما را کثرت جنگاوران شما به شگفت انداخت، اما آن کثرت جنگاوران نیازی را از شما دفع نکرد و زمین با همه فراخی آن بر شما تنگ گشت و سپس پشت گشتانده عقب نشینی کرد. ثم انزل الله سکینته على رسوله وعلى المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا و ذلك جزاء الكافرين. بعد از آن خداوند آرامش خود را بر پیامبر خیش و مؤمنان ارزانی فرمود و لشکرهای را فرستاد که آن را ندیدی، کافران را عذاب کرد و این از جزای کافران. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحیم. بعد از آن خداوند توبه هر کسی را که بخواهد میپذیرد و خداوند آمرزگار و مهربان است. یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. ای مؤمنان، وقت مشکان پلیدن، بنابران بعد از این سال ایشان به مسجد الحرام داخل نشوند و اگر از فقر می ترسید، در صورتی که خدا خواسته باشد شما را به زودی از فضل خویش توانگر می سازد. بیگمان خداوند دانا و با حکمت است. قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. با کسانی که نه با خدا ایمان دارند و نه هم به روز آخرت و نه چیزی را که خدا و پیامبر او حرام گردانیده حرام میپندارند و نه هم دین حق را میپذیرند، با چنین مردمی از اهل کتاب مقاتله کنید تا با احساس تسلیمی جزیه بدهند و ایشان ذلیل باشند. و قالت اليهود عزیر ابن الله و قالت النصارى المسیح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله انا یفکون. یهود گفتند که عزیر پسر خداست و نصارا گفتند که عیسی پسر خداست. این گفتارشان است و دهانشان گفتاری است بیهوده. ایشان به این گفتار خیش با کافران پیشین شباهت دارند. خدا آنها را بکشد، چگونه از راه حق برگردانیده می شوند؟ اتخذوا احبارهم و ربانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه کاهنان و رهبانان خود را به جز خدا و حیث معبود گرفتند و نیز مسیح پسر مریم را، در حالی که مأمور نشده بودند مگر به اینکه خدای یکتا را بپرستند.
ذاتی را که جز او هیچ معبودی نیست، پاک است از آنچه شریک می آورد. یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم و یأبی الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون. می خواهند تا نور خدا را با دهنهای خیش خاموش کنند، ولی خداوند این را نمی گذارد تا اینکه نور خود را کامل کند اگرچه مشرکان را خوش نیاید. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. اوست که پیامبر خود را با هدایت و دین حق فرستاده است تا آن را بر همه دینها پیروز سازد اگرچه مشرکان را خوش نیاید. یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ای مؤمنان، بیگمان بسا ظلما و رهبانها واقعا مال مردم را به ناحق میخورند و مردم را از راه خدا باز میدارند و کسانی که طلا و نقره را ذخیره میکنند و آن را در راه خدا خرج نمیکنند، پس ایشان را به مجازات دردناک بشارت بدهید. یوم یحما علیها فی نار جهنم فتقوا بها جباههم و جنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. روزی که بر آنها آتش دوزخ تابنده می شود و با آنها پیشانی ها پهلو ها و پشت هایشان داغ کرده می شود و با ایشان گفته می شود این است چیزی که آن را برای خود ذخیره کرده اید، پس بچشید چیزی را که ذخیره کرده اید. این عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله متقین. بیگمان شمار ماها نزد خداوند 12 ماه است در کتاب خدا. در روزی که آسمانها و زمین را آفرید چنین حکم شد، از آن جمله 4 ماه آن حرام یعنی صاحب حرمت است. این است روش استوار. پس در این دوره 4 ماه بر خود ستم نکنید و با مشرکان همه مقاتله کنید، چنان که همه ایشان با شما مقاتله می کنند و بدانید حقا که خداوند با پرهیزگاران است. این من نسیء زیادت فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين.
نسی یعنی تأخیر ماهای حرام زیادتی است در کفر که با آن کافران گمراه گردانیده می شوند. ایشان ماهی را یک سال حلال و همان ماه را سالی دیگر حرام می شمارند تا شماره ماهایی را که خدا حرام ساخته پوره کنند و به این ترتیب آنچه را خدا حرام گردانیده حلال سازند. اعمال ناشایسته ایشان به نظرشان خوب جلوه می کنند و خداوند گروه کافران را رهیاب نمی سازند. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ای مؤمنان، شما را چی شده که چون به شما گفته می شود در راه خدا به جهاد برایید، خود را به زمین سنگین می سازید، یعنی از جان نمی جنبید؟ آیا به زندگی دنیا به عوض آخرت خوشنود می شوید؟ در حالی که متاع دنیا در برابر آخرت نیست مگر اندک. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. اگر به جهاد برنیایید شما را به عذاب دردناکی عذاب می کند و قوم دیگر را به جای شما قرار می دهد و به خدا هیچ ضرری رسانیدن نمی توانید و خدا به هر چیز تواناست. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم. اگر او یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم را کمک نکنید، بیگمان خداوند او را هنگامی کمک کرد که کافران او را بیرون راندند. او دوم دو نفری بود که در غار بودند. هنگامی که به یار خیش می گفت غم مخور، حقا که خدا با ماست، پس خداوند آرامش خود را بر او نازل فرمود و او را با لشکرهای تأیید کرد که آنها را نمی دیدید و کلمه کافران را فروتر ساخت، یعنی ایشان را زبون و خار گردانید و کلمه اراده و حکم خدا همان است بلندتر و خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت است. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. به جهاد برایید، سبکبار یا گرانبار، و در راه خدا به مال و جان خود جهاد کنید. این برای شما بهتر است اگر بدانید. لو کان عرضا قریبا و سفرا قاصدا لاتبعوک ولیکن بعدت علیهم الشقه وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. اگر دستاورد زودرس و سفر آسان می بود بیشک تو را پیروی می کردند، مگر مشقت بر ایشان دراز شد. به زودی به خدا سوگند می خورند که اگر می توانستیم بیگمان با شما بیرون می شدیم. ایشان خیشتن را هلاک می کنند و خدا می داند که بیگمان ایشان یقینا دروغگویند. عفا الله عن کلمه اذنت لهم
حتی یتبین لک الذین صدقوا و تعلم الكاذبین. خداوند تو را بخشید، چرا ایشان را اجازه دادی تا کسانی که راست گفتند به تو روشن می شد و دروغگویان را می شناختی؟ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. آنهایی که به خدا و روز جزا ایمان دارند، از تو از این که با مال و جان خود جهاد کنند اجازه نمیگیرند و خداوند با حال پرهیزگاران آگاهست. انما یستأذنك الذین لا یؤمنون بالله والیوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون. صرف آنهایی از تو اجازه می گیرند که با خدا و روز آخرت ایمان ندارند، دلهایشان در شک است و ایشان در شک خیش به تردده. ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. اگر اراده بیرون شدن را می داشتند، بیگمان برای آن آمادگی می گرفتند، ولی خداوند از بیرون شدنشان ناخشنود بود، پس ایشان را سست گردانید و گفته شد با کسانی که نشسته اند بینشین. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولا اوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنة وفیکم سماعون لهم والله علیم بالظالمین. اگر در بین شما بیرون می شدند، با شما جز سستی چیزی دیگر نمی افزودند و در بین شما شایع پراگنی می کردند تا شما را به فتنه اندازند، و در میان شما کسانی هم بودند که به ایشان گوش فرا می دادند و خداوند به حال ستمگاران آگاست. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. بیگمان از پیش نیز فتنه جویی کرده بودند و کارها را برای تو وارو نکردند تا آنکه حق جای خود را گرفت و حکم خداوند غالب گردید، در حالی که ایشان کراهیت داشتند. و منهم من یقول ذلی ولا تفتنی الا فی الفتنه سقطوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. و از ایشان کسانی اند که می گویند برایم اجازه بده و مرا به فتنه مینداز، هان به فتنه افتادند و بیگمان دوزخ به کافران از همه جوانب فراگیرنده است. این تصبک حسنت تسقهم وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ. اگر به تو خوشی دست دهد، ایشان را ناراحت می سازد و اگر به تو مصیبتی برسد، می گویند مصلحت خود را قبلا در نظر گرفته ای و با شادمانی بر می گردند. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بگو جز آنچه خداوند نصیب ما کرده به ما نمیرسد، اوست کارساز ما و باید مؤمنان خاص به خدا توکل ورزند. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من
عنده او بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. بگو آیا برای ما جز این دو خوبی یعنی پیروزی یا شهادت انتظار میبرید؟ ولی ما با شما انتظار میبریم که خدا برای شما از نزد خیش یا به دست ما عذابی برساند. پس انتظار بکشید، ما هم با شما انتظار کشنده هستیم. قل انفقوا طوعا او کرها لن یتقبل منکم اینکم کنتم قوما فاسقین. بگو به خوشی یا ناخوشی خرج کنید، از شما هرگز قبول نمی شود، زیرا شما قوم واقعا فاسق هستید. و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم کفروا بالله و برسوله و لا یأتون الصلاة الا و هم کسالا و لا ينفقون الا و هم کارهون. و هیچ چیز مانع قبول صدقاتشان نشده جز اینکه ایشان از خدا و پیامبر او انکار کرده اند و به نماز نمی آیند مگر با کسالت و در راه خدا خرج نمی کنند مگر اینکه کراهیت دارند. فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. پس دارایی و اولادشان ترا به شگفت نیاندازد، در حقیقت خدا می خواهد ایشان را به این دارایی و اولاد در زندگی دنیا عذاب کند و جانشان در حالتی برآید که کافرند. و یحلفون بالله انهم لمنکم و ما هم منکم ولکنهم قوم یفرقون. و به خدا سوگند می خورند که واقعا ایشان از شما آیند، ولی در حقیقت ایشان از شما نیستند مگر ایشان مردمی اند که از نشان دادن چهره واقعی خود سخت می ترسند. لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیه و هم یجمحون. اگر پناهگاهی یا غارهای یا درامتگاهی می آفتند واقعا به سوی آن عدول کرده می بودند و به شتاب می رفتند. و منهم من یلمزک فی الصدقات فإن اعطوا منها رضوا و این لم یعطوا منها اذا هم یسخطون. و از ایشان کسانی اند که بر تو در مسئله تقسیم صدقه ها عیب می گیرند، اگر به ایشان سهمی از آن داده شود خوشنود می شوند، ولی اگر به ایشان از آن داده نشود در آن حال خشمناک می گردند. ولو انهم رضوا ما آتاهم الله و رسوله و قالوا حسبنا الله سیؤتینا الله و رسوله انا الى الله راغبون. اگر صرف با آنچه خدا و پیامبر او برایشان داده بود راضی می شدند و می گفتند برای ما خدا بسنده است، خدا و پیامبر او به زودی از فضل خیش برای ما می دهند، ما واقعا از خدا می خواهیم نه از کسی دیگر، این برایشان بهتر بود. للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.
بیگمان صدقه ها یعنی زکات برای ناداران، مسکینان، معذفان اداره وجوهات زکات، مؤلفت القلوب، آزادی بردگان، پرداخت قرض قرضداران و در راه تقویت آیین خدا و برای مسافران فریضه است از جانب خدا و خداوند دانا و با حکمت است. و منهم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن قل اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین و رحمت للذین آمنوا منکم والذین یؤذون رسول الله لهم عذاب الیم. و از آنها یعنی منافقان کسانی اند که پیامبر را اذیت می کنند و می گویند او شنوای سخن هر کسی است، یعنی گپ راو است. بگو او سخن شنوی است که بخیر شماست. او به خداوند ایمان و به مسلمانان اعتماد دارد و رحمتی است برای کسانی از شما که ایمان دارند، ولی آنهایی که پیامبر خدا را اذیت می کنند برایشان عذابی دردناک است. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. برای شما با خدا سوگند میخورند تا شما را خوشنود سازند، ولی خدا و رسول او سزاوارترند که خوشنود ساخته شوند اگر ایشان مؤمن هستند. ألم يعلموا می‌دانند کسی که با خدا و پیامبر او مخالفت و نزاع کند حقا که برایش آتش دوزخ است، در آنجا همیشه به سر می‌برد. این است رسوایی بزرگ. یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سورة تنبئهم بما فی قلوبهم قل استهزئوا منافقان از این می ترسند که مبادا سوره در باره ایشان نازل شود که ایشان را به چیزی که در دلهایشان است آگاه می سازد. بگو تمسخر کنید، بیگمان خداوند چیزهایی را که از افشای آن می ترسید برملا کننده است. ولئن سألتهم لیقولن قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. اگر از ایشان بپرسی با تأکید میگویند ما صرف حرفی میزدیم و مزاحی میکردیم. بگو آیا با خدا آیات او و پیامبر او تمسخر میکردید؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. بهانه نکنید، بیگمان بعد از ایمان خود کافر شدید. اگر ما گروهی از شما را عفو کنیم، گروه دیگر را که گناهکار بودند عذاب میکنیم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. و
مردان منافق و زنان منافق از هم دیگرند، به کار بد امر می کنند و از کار پسندیده باز می دارند و دستهای خود را از داد و دهش فرو می بندند. خدا را فراموش کرده اند، پس او هم ایشان را فراموش کرد. بیگمان منافقان هم ایشانند فاسق. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. خداوند به مردان منافق و زنان منافق و کافران آتش دوزخ را وعده کرده است، در آن همیشه و سر می برند. این برایشان بسنده است و خداوند ایشان را لعنت کرده است و برایشان عذابی است دائمی. كالذین من قبلكم كانوا اشد منكم قوة و اکثر اموالا و اولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خابوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. درست همانند کسانی که پیش شما بودند، از شما در نیرو قوی تر بودند و مال و اولاد بیشتری داشتند. ایشان از نصیب خیش بهره اندوز شدند، شما هم از نصیب خیش بهره اندوز شدید. همان گونه که آنهایی که پیش شما بودند بهره اندوز شدند و با گفتار بیهوده منهمک شدید، چنان که ایشان منهمک شدند. همانهایند که اعمالشان در دنیا و آخرت هبته شده است و هم ایشانند زیانکار. الم یأتهم نبأ الذین من قبلهم قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهیم و اصحاب مدین و المؤتفکات اتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. آیا به ایشان داستان پیشینیانشان نرسیده است؟ داستان قوم نوح، عاد و ثمود و قوم ابراهیم، مردم مدین و شهرهای زیر و رو شده؟ برای ایشان پیامبرانشان با نشانه‌های روشن آمدند. خدا بر ایشان ستم نکرده بود، بلکه این خود آنها بودند که بر خیشتن ستم می کردند. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و یطیعون الله و رسوله اولئک سیرحمهم الله ان الله عزیز حکیم. مردان مسلمان و زنان مسلمان دوست و حامی یکدیگرند، به کارهای پسندیده امر می کنند و از کارهای بد باز می دارند. نماز را به تمام و کمال برپا می دارند، زکات را می پردازند و خدا و پیامبر او را فرمان می برند. هم ایشانند که خداوند به زودی ایشان را مورد رحمت خیش قرار می دهد. حقا که خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت است. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر
ذلک هو الفوز العظیم. خداوند برای مردان مسلمان و زنان مسلمان بهشت‌های را وعده کرده است که در زیر درختان آنها جویبارها جریان دارد و رهایشگاه‌های پاکیزه در بهشت‌های همیشگی و بزرگتر از همه رضای خداوند و این است همانا پیروزی بزرگ. یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ای پیامبر، با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنها سخت گیر، جای ایشان دوزخ است و چی بد جای است. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. با خدا سوگند می خورند که کدام چیزی بعد نگفتند، ولی بی شک کلمه کفر را به زبان آوردند و بعد از اسلام خیش کافر شدند و تصمیم به چیزی گرفتند که آن را به سر رسانیدن نتوانستند. انتقام نگرفتند مگر این را که خدا و رسولش ایشان را از فضل خیش بی نیاز ساخته است. اکنون اگر توبه نمایند این برایشان خیر است و اگر روی برتابند خداوند به عذاب دردناک ایشان را در دنیا و آخرت عذاب می کند و ایشان را در روی زمین نه کارسازی است و نه هم مددگاری. و منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. و از ایشان کسانی هستند که با خدا پیمان بستند که اگر از فضل خیش ما را برخوردار ساخت بیگمان صدقه می دهیم و بیگمان از مردم نیکوکار می شویم. فلما آتاهم من فضله بخلوا به و تولوا و هم معرضون. اما چون از فضل خود به ایشان ارزانی کرد بخل ورزیدند و از پیمان خیش برگشتند و از ایفای آن اعراض کننده بودند. فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقونه بما اخلف الله ما وعدوه و بما کانو یکذبون. پس به سبب خلف وعده‌ای که با خدا کرده بودند و دروغی که گفته بودند در آخر کار نفاق را در دلهایشان جا داد و تا روزی که او را ملاقات می کنند این حالت دوام دارد. الم یعلمو ان الله یعلم سرهم و نجواهم و ان الله علام الغیوب. آیا نمی دانند که خداوند سخنان پنهان و رازشان را می داند و خداوند به همه امور غیب کاملا داناست؟ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جهدهم فیسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب الیم. آنانی که داوطلبان مسلمانان را در صدقاتشان مذمت می کنند و آنانی را که جز ثمره کار خیش چیزی را نمی یابند که صدقه بدهند تمسخر می کنند، خداوند خود ایشان را مسخره کرده است و برایشان عذابی دردناک است. استغفر لهم
لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. خواه تو برای ایشان طلب آموزش بکنی یا طلب آموزش نکنی، اگر تو 70 بار هم برایشان طلب آموزش کنی، هرگز خداوند ایشان را نمی آموزد. این از سبب است که ایشان از خداوند و پیامبر او انکار کردند و خداوند گروه فاسقان را هدایت نمی کند. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. متخلفان غزوه تبوک از اینکه با مخالفت رسول خدا به جای خود نشستند شادمان شدند و از اینکه با مال و جان خود در راه خدا جهاد کنند کراهیت نشان دادند و گفتند در گرما به جهاد بیرون نروید. بگو آتش دوزخ در گرمای خود شدیدتر است، اگر ایشان میفهمیدند. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. آنها باید کمتر بخندند و بسیار بگیریند، این جزای کارهایی است که انجام می‌دادند. فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. پس اگر خدا تو را به سوی گروهی از ایشان بازگردان که از تو اجازه بیرون شدن و جهاد را بخواهند، بگو ابدا با من بیرون نشوید و هرگز همراه من با دشمنی نجنگید. بیگمان شما در نخست به نشستن با متخلفان خوشنود شدید، پس اکنون نیز با متخلفان بنشینید. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. بر هیچ یک از ایشان که بمیرد ابدا نماز مگذار و بر قبر وی مایست، حقا که ایشان از خدا و پیامبر او انکار کردند و در حالی که فاسق بودند مردند. ولا تعجبك اموالهم و اولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا و تزهق انفسهم وهم كافرون. اموال و اولادشان تو را به تعجب نیندازد، بیگمان خدا اراده کرده است تا ایشان را به وسیله آن در دنیا عذاب کند و روحشان در حالی برآید که کافر باشند. و اذا انزلت سورة ان آمنوا بالله و جاهدوا مع رسوله استأذنك اولو الطول منهم و قالوا ذرنانكم مع القاعدین. و چون سوره نازل شود که ایشان را توصیه کند به خدا ایمان آرید و به همراهی پیامبر او جهاد کنید، توانگران ثروتمندشان از تو اجازه یعنی معافیت می خواهند و می گویند ما را بگذار تا با بازنشستگان از جهاد باشیم. رضو بأن یکونو مع الخوالف و طبع على قلوبهم فهم لا یفقه.
یکرهون، به این خوشنودن که با بازماندگان یعنی زنان خانه نشین باشند، بر دلهایشان مهر زده شده است، پس ایشان نمی فهمند. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. ولی پیامبر و مسلمانان همراه او با مال و جان خود جهاد کردند و هم ایشانند که همه خوبی ها از آن ایشان است و هم ایشانند رستگاه. اعد الله لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ذلك الفوز العظیم. خداوند به ایشان بهشت‌هایی را آماده ساخته که در زیر درختان آن جویبارها جریان دارد، در آن جاودانه به سر می‌برند. این است رستگاری بزرگ. و جاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. و عذرخواهان از بادیه نشینان نیز آمدند تا به ایشان نیز اجازه معافیت داده شود و آنهایی که خدا و پیامبر او را تکذیب کردند از جهاد باز نشستند، به زودی عذاب دردناک دامنگیر کافرانشان می شود. لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما علی المحسنین من سبیل والله غفور رحیم. بر ناتوانان، بیماران، آنانی که چیزی نمی‌یابند تا آن را در راه خدا مصرف کنند گناهی نیست، به شرطی که با خدا و پیامبر او صادق باشند. با ملامت کردن نیکوکاران راهی نیست و خداوند آمرزنده و مهربان است. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. و نه هم به کسانی ملامتی راجع می شود که چون پیش تو آمدن تا ایشان را به وسیله سواری برداری، به ایشان گفتی چیزی نمی آبیم که شما را بر آن برداریم، در حالی که از چشمانشان اشک جاری بود از اندوه این که برای مصارف حمل و نقل خود چیزی نمی آبند برگشتند. اینما السبیل علی الذین یستأذنونک و هم اغنیا قضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. بیگمان راه ملامتی بر کسانی است، یعنی کسانی مؤاخذه می شوند که از تو اجازه معافیت می گیرند در حالی که توانگرند. ایشان به این خرسندند که با بازنشستگان یعنی زنان خانه نشین باشند و خداوند بر دلهایشان مهر زده است، پس ایشان نمی دانند.